سرخط مهمترین خبرها. طالبان: با جنگ و زور وارد کابل نمی شویم. وحشت در پایتخت ارگ ریاست جمهوری. وضعیت امنیتی کابل تحت کنترل است. مرکز بامیان هم به طالبان واگذار شد. رسانه: رئیس جمهور غنی تا چند ساعت آینده کنارگیری می کند. وزیر داخله: انتقال قدرت به گونه مسلط آمیز صورت خواهد گرفت. بسم الله محمدی: آیت از کابل برای توافق روی مسئله افغانستان فردا به دوحه می رود. و در اخیر رسانه ها: علی احمد جلالی رئیس حکومت موقت تعیین می شود. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. لطفا تا پایان این ویدیو با ما باشید. طالبان: با جنگ و زور وارد کابل نمی شویم. گروه طالبان اعلام کرده است که این گروه اراده ندارد از راه جنگ و زور وارد شهر کابل شود. در اعلامیه طالبان که یک شنبه 24 اسد منتشر شده آمده است که برای وارد شدن مسلط آمیز به شهر کابل گفتگو با جناب مقابل جریان دارد تا روند انتقال به گونه امن و مطمئن انجام شود. طالبان گفته است که این گروه به جنگجویان خود دستور داده است تا از دروازه های کابل توقف کنند. این گروه افزوده است که به دنبال انتقام نیست و تمامی کارمندان ملکی و نظامی دولت مورد عفو قرار می گیرند. وحشت در پایتخت ارگ ریاست جمهوری. وضعیت امنیتی کابل تحت کنترل است. همزمان با انتشار شایعه ورود طالبان به شهر کابل و وحشت مردم، ارگ ریاست جمهوری در ادلایه‌ای گفته است که چند نقطه دوردست شهر صدای شلیک شنیده شده و وضعیت امنیتی تحت کنترل است. طبق اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، نیروهای امنیتی در هماهنگی با همکاران بین‌المللی وضعیت امنیتی شهر کابل را در کنترل دارند. در همین حال الجزیره به نقل از سخنگوی طالبان گزارش داده است هنوز درباره کنترل کابل تصمیم گرفته نشده است. همزمان رسانه های داخلی به نقل از منابع خود با رد شایعات سقوط کابل گزارش داده که قرار است امروز یک آیت به منظور مذاکره و یافتن راه حل به پاکستان و سپس به دوحه برود و تا زمان نهایی شدن توافق میان دو طرف در کابل اتفاق نمیفتد. این منابع گفتند که پایتخت از خطر سقوط مسنون است. مرکز بامیان هم به طالبان واگذار شد. منابع محلی در گفتگو با خبرگزاری فوق تایید کردند که مرکز ولایت بامیان هم بدون درگیری به طالبان واگذار شده است. عبدالاحد بینوا عضو شورای ولایتی بامیان امروز یکشنبه 24 اسد گفت که طالبان در حال حاضر تاسیسات دولتی این شهر را تصرف کردند. گزارش شده که زندانیان نیز از زندان بامیان رها شدند. او اکنون به جز کابل، پنجشیر، پروان، کاپیسا و نورستان تمامی ولایات در دست طالبان است. گفته می شود این گروه به دروازه های شهر کابل رسیده است. با نزدیک شدن طالبان به پایتخت وحشت و ترس در کابل فراگیر شده است. رسانه: رئیس جمهور غنی تا چند ساعت آینده کنارگیری می کند. خبرگزاری العربیه گزارش داد که رئیس جمهور افغانستان تا چند ساعت آینده از سمتش کنارگیری می کند. با گزارش اسپوتنیک طبق گزارش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تا چند ساعت آینده از مقام خود کنارگیری می کند. طبق گزارش اکنون طالبان برای مذاکره به ارگ ریاست جمهوری آمدند. طبق گزارش رسانه ها رئیس جمهور افغانستان در حال حاضر در ارگ ریاست جمهوری مشغول مذاکره با آیت از طالبان است. پیش از این گزارش شده بود که آقای غنی از شب گذشته به سفارت آمریکا در کابل رفته است. گفتگوها بر سر تعیین سرپرست دولت انتقالی و اعلام آن در جریان است. به محض اعلام استعفا و تغییر سرپرست طالبان به شیوه مسلط آمیز وارد کابل می شوند. پیشتر طالبان شرط برقراری آتش بس در افغانستان را کنارگیری اشرف غنی از قدرت عنوان کرده بود. وزیر داخله: انتقال قدرت به گونه مسلط آمیز صورت خواهد گرفت. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که امنیت کابل مسئولیت نیروهای امنیتی است. با گزارش اسپوتنیک جنرال عبدالستار میرزا کوال سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید که بر شهر کابل حمله نخواهد شد و انتقال به شکل مسلط‌آمیز صورت خواهد گرفت. او تاکید کرد که امنیت کابل مسئولیت نیروهای امنیتی است.
بسم الله محمدی، آیا تاسو کابل برای توافق روی مسئله افغانستان فردا به دوحه روید؟ بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که بر اساس فیصله نشست رئیس جمهور اشرف غنی با بزرگان سیاسی کشور قرار است یک هیئت به دوحه پایتخت قطر برود. با گزارش اسپوتنیک، آقای محمدی یکشنبه 24 اسد در یک پیام ویدیویی گفته است توافق روی مسئله افغانستان از اهداف اصلی این هیئت است. ترکیب این هیئت تا اکنون هماهنگی نشده است. با گفته وی، تا زمان رسیدن به یک توافق صلح، امنیت شهر کابل از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی در همکاری با نیروهای بین‌المللی تامین خواهد شد. سرپرست وزارت دفاع ملی به شهروندان کابل اطمینان داده است که امنیت شهر کابل تامین می شود. او علاوه کرده است که دشمنان مردم دست به شایع‌پرانی زده و باعث تشویش و عدم اعتماد مردم شده است. او تاکید کرده است که نیروهای بین‌المللی به هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغان متحد هستند. با این حال طالبان گفتند که اراده ندارند با زور وارد کابل شوند و برای ورود مسلط آمیز گفتگو با جناب مقابل یعنی حکومت افغانستان ادامه دارد. رسانه ها علی احمد جلالی رئیس حکومت موقت تعیین می شود. رسانه های محلی گزارش می دهند که علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان به عنوان رئیس دوره انتقالی در افغانستان تعیین خواهد شد. با گزارش اسپوتنیک، رسانه های محلی افغانستان گزارش می دهند که علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان و سفیر پیشین افغانستان در آلمان به عنوان رئیس دولت انتقالی تعیین خواهد شد. این سخنان در حال بیان می شود که چند پیش خبرگزاری العربیه گزارش داد که رئیس جمهور افغانستان تا چند ساعت دیگر از سمتش کنارگیری می کند. اتحادیه بانک ها تمام سپرده های بانکی مشتریان محفوظ است. اتحادیه بانک های کشور میگوید که پول تمام مشتریان در بانک های افغانستان محفوظ است و مردم در مورد پولشان نگرانی نداشته باشد. این اتحادیه یکشنبه 24 اسد در اعلامیه گفته است اتحادیه بانک های افغانستان به نمایندگی از تمام بانک ها به شما هموطنان عزیز اطمینان می دهد که پول شما در تمام بانک ها محفوظ است و از بابت پول خیش تشویش نداشته باشید. با گفته این اتحادیه، با توجه به ناباسامانی های سیاسی اخیراً مشتریان بر بانک ها هجوم آورده و در تلاشند پول های خود را برداشت کنند. این نهاد تاکید کرده است که پول آنها محفوظ است و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد. اتحادیه بانک ها افزوده است که بانک ها به عنوان نهاد از مالی در تمام نظام ها فعالیت می کند که این گونه با گفته اتحادیه بانک های کشور هیچ دولت نمی تواند مال شخصی مردم را حیف و مایل کند. از سوی دیگر گروه طالبان نیز به بانک های کشور، صرافان و تجاران اطمینان داده است که جنگجویان این گروه به آنها آسیب نخواهد زد. این در حال است که در پی سقوط پی هم مراکز شهرهای کشور به دست طالبان، ده ها نفر برای کشیدن پولشان در برابر بانک ها تجمع کرده و تلاش داشتند تا پولهایشان را از بانک ها برداشت کنند.